آواز عبارت ها که از دو بخش ابو و عطا و معنی پدر عطا تشکیل شده، همونطور که از نامش پیداست بیشتر برمیگرده به موسیقی عربی. نام دیگه یه ابو عطا دستان العرب یا دستان عرب، که دستان میتونیم به جای انگشت گذاری یا موقعیت دست روی ساز بگیم و به معنی پرده عرب یا موسیقی عرب میتونیم ازش یاد کنیم. همچنین نام دیگه ای رو در ردیف صلحی میبینیم برای عبایت ها به نام سارنج. عبایت ها یکی از آوازهای چهارگانه یا پنجگانه شور هست، اگر عبایت کرد رو هم اضافه کنیم میشه پنجگانه، مثل افشاری، بیات ترک، دشتی. یکی از آوازهای شور هست که با پرده های شور تقریبا یکیه. در اینجا ما عبایت های میکرون رو میخوایم استفاده کنیم. در نظر بگیریم اگر ما دانگ شور ره میکرون فاسول رو داشته باشیم و بعد از اون دانگ دشتی سول لا سی بمول دو، یعنی شور ره، پرده های عبایت ها همین پرده های شوره و خیلی شباهت به شور داره. تفاوتی که عبایت ها با شور میتونه داشته باشه اینه که نوت سول خیلی اهمیت پیدا میکنه، به عنوان نوت شاهد در بسیاری از گوشه ها استفاده میشه و همچنین حرکت هاش از سول به سمت ره خواهد بود و خیلی اوقات روی میکرون ما ایست موقت انجام میدیم، به خاطر همین بهش عبایت های میکرون هم میگیم. بعضی ها اون رو با نام شاهدش میشناسن که میگن عبایت های سول، و بعد توجه داشته باشیم که عبایت های سول همون عبایت های میکرونه. همچنین نوت لا اهمیت زیادی داره، درجه پنجم شور، که در گوشه حجاز که از گوشه های مهم عبارت هست بیشتر خودش رو نشون میده، ولی در درآمد و یا گوشه های دیگه هم این نوت اهمیت داره بعد از نوت سول. همچنین نوت پنجم که نوت لا هست متغیر نیست، مثل شور که در گوشه شهناز لا کرون هم میشد و بعد در هنگام فرود لا بکا، یا در دشتی که این لا باز متغیر بود، در عبارت این حالت اتفاق نمیفته. گوشه های عبارت ها در ردیف موساخان معروفی بعد از تعدادی درآمد، محمد صادق خانی، کرشمه، سیخی، تک مقدم که به عنوان یک نوع تحریر هست، حزین، حجاز که حجاز مهمترین گوشه عبارت است بعد از درآمد، بستنگار، بغدادی که شبیه به حجاز، دو بیتی، شمالی، چهارباغ به چهارپاره، گبری، رامکلی، فرود و مثنوی است. استاد ابوالحسن سبا گوشه خسرو شیرین رو هم در آواز عبایت ها به کار برده، همچون استاد عبدالله دوامی. عبایت ها در مقام های قدیمی مشاهده نمیشه، اما از لحاظ فواصل شبیه به جان فضا و همچنین بوستان و حسینی. گوشه حجاز عبایت ها بسیار به الحان عربی نزدیک میشه، اما خود عبایت ها با گوش مردم ایران بسیار تطابق داره و ایرانیان اون رو بسیار دوست دارن و پذیرفتن.